دادستان کل آلمان میگوید شکایت را به ازید یکی از روحانیان با نفوذ ایران آیت الله محمود هاشمی شهرودی به دست آورده است که این زمان در آلمان معالجه میگیرد. واکر بک سیاستمدار و یکی از وکیلان سابق آلمانی از دادستانی آلمان تقاضا کرده است شهرودی را برای جنایت به ازید بشریت به جوابگری بکشد. در این باره صحبت داریم با همکارم گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی. گلناز، نخست میگفتی که چرا معالجه شهرودی در آلمان چنین مسئله جنجالی شد؟ ببینید، آقای شاهرودی خبر معالجش در یکی از بیمارستان‌های هانوفر در زمانی منتشر شد که در ایران مردم به خیابون‌ها ریخته بودن و اعتراض می‌کردن به خاطر شرایط اقتصادیشون. یکی از مسائلی بود که اعتراض کردن و اینکه زندگی خیلی گرونه، خرج زندگی بالاست و اینکه در فقر و بدبختی زندگی می‌کنن. در همین حال می‌بینیم که یکی از روحانی‌های بانفوذ ایران داره در یک بیمارستان در آلمان تحت درمان قرار میگیره. خب این باعث ناراحتی خیلی ها شد، عصبانیت شد که چطور همچین اتفاقی افتاده. حتی یکی از روزنامه‌های ایران، سیاست روس فکر میکنم، گفتش که حتی آیت الله خمینی وقتی که بیمار بود هیچ وقت به خارج نرفت برای درمان، و چطور شد که الان آقای شاهرودی در خارج هست. که البته تظاهراتی هم در مقابل بیمارستانی که آقای شاهرودی اونجا درمان میشه صورت گرفت و همونطوری هم که اشاره کردید ظاهرا شکایتی علیه ایشون به آلمان داده شده، به دولت آلمان. و واقعا این در این شکایت آمده است که شاهرودی به جنایت علیه بشریت متهم میشود. این واقعا اتهامات جدی است. دلیل های این سیاستمدار آلمانی چه هست؟ به جز این سیاستمدار آلمانی، حدود 6 سازمان حقوق بشری، یعنی سازمان غیر دولتی که در مورد ایران کار میکنن، هم اطلاع دادن که شواهدی رو در مورد اینکه آقای شاهرودی متهم است به اقدام علیه بشریت یا جنایت علیه بشریت به دولت آلمان دادن. اینا معتقدن که آقای شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضاییه ایران بود، زمانی بود که صدها تن از روزنامه نگاران، اصلاح طلبان و دیگران روانه زندان شدن. زمانی بودش که خیلی از روزنامه های اصلاح طلب تعطیل شدن در ایران، و حتی سال 2009 که خیلی از مردم ایران در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کردن، دادگاه‌هایی که تشکیل شد که خیلی از اونها به عنوان دادگاه استالینیستی یاد می‌کردن، هنوز آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود در اوایلش. و اینها همه میگن که به هر حال ایشون سرپرست یکی از بازوهای فشار در ایران هستن، فشار بر کسانی که ناراضیان سیاسی، و برای همین معتقدن که باید تحت محاکمه قرار بگیرن. و قوه قضاییه مثل وزارت عدلیه تاجیکستان، یعنی دادگاه ها زیر اطاعت اون نظام قرار دارن. دقیقا همینطوره. هیچ واکنش از داخل ایران و خود شهرودی راجع به این اتهامات هست تا کنون رسیده است؟ نه، هنوز واکنش رسمی از ایران و خود آقای شاهرودی منتشر نشده در مورد این اتهامات که علیه ایشون مطرح شده و تظاهراتی که بود. یه نکته ای هم که فکر میکنم شاید جالب باشه اینه که ببینید، بیشتر مقامات ایرانی خیلی مواضع ضد غربی میگیرن و ناگهان میبینیم که همین کسایی که سالها از غرب گفتن بده و ما بهترین کشور رو داریم و مستقل هستیم و به کسی نیاز نداریم، الان خودش در یکی از بیمارستان آلمان تحت درمانه. و واقعا راجع به بیمارش چیزی نگفتیم، چیگونه بیماری دارد و کی به معالجه رفت؟ تا حدی که اطلاعاتی که منتشر شده ظاهرا یک تومور مغزی داره، ولی میگم چون رسمی نیست، مشخص نیست، ولی مصاحبه بود فکر می‌کنم با یکی از پسرشون، یکی از اعضای فامیلشون، که گفته بود جدی نیست و خوب هستن. در همین حد ما میدونیم. تشکر. گلناز اسفندیاری همکارم از مرکز خبری رادیوی آزادی صحبت میکرد. تشکر گلناز. تشکر از شما.